Mas یالش کنار به حال من فکر میکنم این اتاق موازی با یه اتاق دیگری تشکیل شد که به نام نقد دین داره یهود ستیزی میکنه و من خودم سالیان دراز نقد دین کردم با همه ادیانش، فرقی برام نداره. من آتئیستم، با اصل دین مشکل دارم، خط قرمزم ندارم، یعنی با مسیحیت و یهودیت و بودایی و اسلام و با همه اینا رو نقد میکنم. اما ببینید، من وقتی نقد میکنیم با فردی که اون دین رو داره ستیزه نمیکنیم. من مشکل اصلی من خب با اسلامه که کشورم رو درگیر کرده، ولی ما مسلمان ستیزی هم نمیکنیم، با اینکه گروه پروتکتد نیست، حمایت شده و اقلیتی، حتی با اون هم ما ستیزه نمیکنیم. اما در این اتاق من شاهد بودم که به صورت خیلی زیر پوستی یهود ستیزی می شد. حالا چند مورد که من زیاد هم نمودم، اون مقداری موندم که مطلب رو گرفتم. اولا که رتوریک اصلی که من اونجا شاهد بودم، اولین رتوریکی که شاهد بودم همون رتوریکیه که گوبلز استفاده می کرد و بعدن هم به کشتار میلیون ها یهودی منجر شد. اولین چیزی که گفته می شد این بود که ای مسیحیان، این یهودی ها همونایی هستن که مسیح شما رو کشتن و اینطوری دشمنی، فکر نکنید تفرقه، دشمنی ایجاد کردن و بعد با استفاده از این دشمنی شروع کردن کشتن. یعنی وقتی یهودی ها رو کشیدن از خونه هاشون بیرون، بردن توی اون گتوها و بعد اینطور وحشیانه کشتن، در ذهن اطرافیان ایجاد شده بود که این کار اوکیه، مشکلی نداره، اینا اهریمن هستن، در حالی که اونها نبودن. بعد هر دینی که میاد، اون صاحبان دین دیگه قبلی، اون آخوندهاشون و غیره ظلم کردن، جنایت کردن، وایستادن برای اینکه صاحبان قدرت هستن، نذاشتن دین دیگه بیاد. بعد آخوندهای هر دینی رو نگاه بکنید، ظلم و جنایت کردن. اما وقتی که یک دستگاه پروپاگاندا میاد و اون رو به مردم معمولیی که اون باور رو دارن تأمین میده، قصد بر جنایت داره، قصد داره که انسانهایی رو به کام مرگ بکشونه، همونطور که هیتلر رو اطرافیانش کردن. من در این اتاق شاهد بودم که داشت رتوریک گوبلز در واقع تکرار میشد. نکته دیگه که من دیدم، یک نفر اومد بالا از این آقای اسکپتیک سوال کرد که چرا اجازه نمیدن در مورد هولوکاست سوال بشه؟ چرا نمیذارن سوال ببریم؟ من یه بخشی صحبت کرد، یه تیکه از صحبتش رو خوشبختانه کلاب‌هاوس اجازه میده که 30 ثانیه قبل رو ما ضبط کنیم. من همین رو میذارم شما بشنوید. من صداش رو زیاد کنم. یک لحظه به من فرصت بدید. زیاد از حد اقلیت ترور میشه بعد از اون. این داستان هولوکاست هم همینه. اومده بوده آقا نه هر چی بگیرم هولوکاست شونش پاره است دیگه. از این بابت یه خود زیاد از حد. یکی از ساید افکت های حمایت از اقلیت که به علت بی جنبگی اقلیت از اون ور میزنه بیرون متاسفانه که عبدش شنیدین دیگه. ببینین هولوکاست فکر میکنم 6 میلیون یا اگر اشتباه گفتم من تصحیح کنید، انسان بیگناه رو به کام مرگ کشون و این آدم اینجا میشینه میگه که یه خورده زیاده از حد شده. یعنی شما اشکال نداره، باید مثلا بشینین کسایی هم بیان انکار کنن، کشتار رو انکار کنن. چرا اجازه نمیدین؟ چرا نباید بشه سوال کرد؟ چرا انکار نشه؟ و این مسئله جدیه. ببینید در قالب نقد یهودیت که من خودم کردم، این کارو سالها کردم، زیر پوستی داره یهود ستیزی میشه، داره کشتار 6 میلیون یهودی ماسمالی میشه، میگه نه چرا اینا دارن زیاده روی میکنن، اینا دیگه خیلی پررو شدن دیگه. بابا این اتاق فکر جمهوری اسلامیه. من قبلا هم از مسیرهای دیگه رفتم دیدم که این اتاق فکر جمهوری اسلامیه، ولی این دیگه دوم خروس نیست، این دوم دایناسوره.
من خواستم اینو به شما نشون بدم. اولش اولین تیکه‌ای که دیتکت کردم همون بخشی که گوبلز استفاده کرد خیلی سال پیش و اون کشتار رو رقم زد، این دقیق و حساب شده است. دومیش هم همینه، در پاسخ میگه این در واقع خیلی دیگه زیاده از حد و چرا باید انکار گلوکاست مشکل داشته باشه. مرسی ممنون. سپاسگزارم بانو. آقای متین رو بشنویم. بفهمید. سلام، وقت بخیر. من فقط من 4 دقیقه ممکنه سود بدی چه صحبتم و ممکنه اوایل صحبتم یک کش فهمی بشه یکم بحث ها به حاشیه بره. فهمم خیلی خواهم که کسی صحبت نکنم. من از خود یهودیت اطلاعی ندارم، با اینکه 2 ماه توی مدرسه یهودی های الیانس بودم که با آدرس آموزش پروری سال 1331 من بود که شما سه تا مسلمان میتونید اینجا باشین و ما مجبور شدیم از مدرسه بریم و کل اطلاعاتم از مراسمشون اینا همسایه یهودی اون بود که شنبه ها ازم خواهش میکرد برم چراغش نخواب شدم، حالا اونم شاید دوستان بهتر بود. ولی یه بحثی هم که اصلا میخوام بکنم، اصلا ما وارد بحث دین نمیشم و یه بحث ارتباطی که گلوبالیست با یهودی ستیزی داره و این که گاهی موقع مثل این چیزایی که حتی بحثای قومی و بحثای مذهبی ترجیح داده میشه و یه ست داستانی که یه جورایی به یه قسمتی از ست داستان به هم مرتبطه. حالا ممکنه بعضی دوستان عصبانی بشن، ارتباط غیر مستقیم که الان چیزی که مایه ده از فعالان محیط زیست اسمان بهش بین اسمان ستیزی بین اسمان ستیزی و یهود ستیزی پیش میاد. یه روز آقای فرمان فرماییان توی رومی یه نظریه ای میخواستن بودن که این نظریهشون 40% درست بود، 60% غلط و فکت کلا غلط. ایشون فکتشون هم رو فکتشون هم رو همین چرت و پرتایی که آقای شهبازی هم گفت سلمان آده چیز یهودی آره آمیسیانی بودم دونمه و یهودی مخفی ها از این چیزا و تو این وسطی بحثشون یه اسمانش ستیزی شدیدی هم میکردن که بله اسمان رو اصلا دارو یهود بوده و اینا همشون دونمه هم دارو اسمانی ها دونمه هم اله و بله. ما مشکلی که داشتیم، این مشکل رو چند وقت پیش که داشتیم، ما یه ما دیدیستی بودیم که حرفمون این بود که زاینده رود از سرچشمه تا تالا باید زنده بشه و یه پروپاگاندای وسیعی بر علیه اسمان هست. پروپاگاندایی هم که ما ادعا داشتیم این بود که ما میگفتیم که باهر 25 میلیمتر بارندگی داره، 10 میلیون جمعیت، رودی نیرم همیشه آب داره، هیچ کس جرأت نداره بگه که چرا قاهره که 25 میلیمتر روزی نیر آب داشته باشه و اتیوپی باید همه آبها رو برداره. ولی یه گروهی قومی که رایگون گفتن که اصلا شما آمالی شما اسفانی آنیز اشروت باید خوش باشد چون سرچش باش حالا بالا دسته. یه گروهی قومی رام بگم که بدون تو سرداری سپاه برست بودن و به شرکت آب نیرو، شرکت آب نیرو یه پروژه یه نفت انجام نهید، یه پروژه یه نفت انجام بدهد از این مشاهده می قومی رام گفت. اون چه جالب بود، ما هر وقت میخواستیم بیایم بحث کنیم و اینا رو به چالش بکشیم که حالا مثال میزنیم که ثابت کنیم که این رودخونه باید از باشد و محیط زیست یعنی که اینجا باشد و اینا میگفتن در فقط همون بالا دست برداشته بشه، هر وقت این کلاب پاس ما بحث جلو میافتادیم تک چنلی من بور میشد که برو یهودی، برو شما اسمانی ها اصلا یهودین، برو یهودی اینجا. بعد حالا خیلی جالبه ما این طوری اسکن های توتعه ما یه سری نظریاتشون دقیقا زدی نظریاتی طوری اسکن های توتعه خارجی هست. حالا اصلا ما حالا نمیم کنن دوی توتعه رو بگیم. بعد یه جایی بود که خیلی خنده دار بود، یه جایی بود که ما میگفتیم مثلا ما فکت های تاریخ میبردیم بعد آبادی های حقاب داره پایین دست زاینده رود که خب یه سریشون اصلا مال اسامی که دارن مال زبان های از بین رفته است، یعنی حتی قبل از فارسی و پارسی با پهلوی اینا و خیلی مثال و حرف میزدیم و یه سری نشان تاریخ میبردیم. بعد یه هم مثلا ما که مورقه که دیدیم وقتی خود سفرنامه ناصر خسرو رو دیدیم که یه عده از این قومگره ها یه رفرنس دادن به آقای عبدالله شهبازی. آقای عبدالله شهبازی رو میدونیم که این توده یه سابقه که نظریات نمیدونم یهودیان آنوسی از این چرت و پرت خیلی دیگه
یهو دیدیم که آقای عبدالله شهبازی ادعا کرده که ناصر سفرنامه ناصر خسرو اصلا ناصر خسرو ننوشته، یهودی ها تو قرن 16 تو بنبعی نوشتن. حالا خیلی هم جالب بود که هیچ فکتی نداده بود، یعنی که میگم هیچ فکتی نداده بود، خب آقای حسینی اولی با پایان نامه باشناس ارشد، پایان نامه باشناس ادبیات و جغرافیا و تاریخ ثابت کرده بود که این توماری منصوب به شیخ بهایی، منصوب به شیخ بهایی نیست، که چیزش هم خب بود، تمامی فکت داشت مدور بود، یعنی میگفت که خب بررسی قیاسی و غیره معتقد بود چیز حالا شخصی دیگه ای و من باید قبلی چیز کرده بود. خب ما سنبایی همچین نظر همچین تحقیقی دیده بودیم، ولی این تحقیق آقای عبدالله شهبازی که گفته بود سفرنامه ناصر خسرو یهودی ها تو قرن 18 تو بنبعی نوشتن، حتی یه فکتی که مثلا میگه مثلا اینجا فعل مثلا به این دلیل که مثلا فعل اینجاست و این واقعیتی است. و اون چه جالب بود اینه که من هنوز معتقدم که این گلوبالیست ها بزرگترین حامیان یهودی ستیزان هست و هنوز برخلاف نظری که دوستمون که یه قومگرایی نیست، متاسفانه نقش قومگرایی تو یهودی ستیزی از نقش خود دین شدید تر از دیگه نیست. سپاسگزارم آقای متین. آقای مهدی شما رو بشنویم لطفا.